من تا اینجا تلاش کردم تا جای ممکن از استفاده از واژه کیوبیت بپریزم تا سر جاش و به موقع کامل براتون توضیح بدم در این جلسه قصد داریم به اینکه که کیوبیت چیه بپردازیم و کره بلاخ رو هم معرفی کنیم کره بلاخ یک راه دیگه برای نمایش بردار حالته یک راهش این بود که در فضای هیلبرت نشون بدیم یک راه که کامل ترم هست کره بلاخه خب ببینیم اول کیوبیت چیه در کامپیوتر کلاسیک ما بیت داریم یک بیت کلاسیک میتونه صفر یا یک باشه نمیتونه با یه احتمالی صفر باشه با یه احتمالی یک باشه میتونه صفر یا یک باشه اما کیوبیت که یک بیت کوانتومی هست میتونه صفر و یک به طور احتمالی باشه با یه احتمالی صفر باشه با یه احتمالی یک باشه میتونه هم مطلقا یک باشه یعنی کاملا و یقینی یک باشه یا کاملا و یقینی صفر باشه اما حالت برهمنهی یا سوپرپوزیشن هم داره در این تصویر میبینید که یک بیت کلاسیکی رو اومده با یک بیت کوانتومی مقایسه کرد بیت کلاسیکی صفر یا یک کاملا ساده که میتونه اما بیت کوانتومی به این شکل نیست میتونه صفر باشه که در بالای این کره قرار داده میتونه هم یک باشه که در پایین قرار داده میتونه روی محور استوای این کره باشه که ترکیب خطی از صفر و یکه و در یک برهم نهی باشه اگر کیوبیتی در این حالت باشه و ما هزار بار این کیوبیت رو در این حالت آماده سازی کنیم و اندازه گیری کنیم چیزی حدود 500 بار صفر برای ما به دست میاد چیزی حدود 500 بار یک به دست میاد از ذرایه به پشت حالت صفر و حالت یک میتونید این رو متوجه بشید یک تقسیم بر رادیکال توان دومش میشه احتمال اینکه صفر به دست بیاد و توان دومش میشه احتمال اینکه یک به دست بیاد پس یک دوم احتمال داره صفر به دست بیاد یک دوم احتمال داره یک به دست بیاد این کره ای که اینجاست به کره بلاخ معروفه و ما توی تصویر بعدی بهتر این رو بررسی خواهیم کرد اما نکته ای که مهمه اینه که در فضای هیلبرت که من براتون رسم کردم تو جلسات اول اون دو بودی بود اما این کره سه بودیه پس این کره میخواد چه چیزی رو اضافه تر از فضای هیلبرت به ما نشون بده چه اطلاعاتی رو اضافه تر از فضای هیلبرت داره الان میبینیم این یک کره بلاک به طور کاملتر و واضحتر صفر رو در بالا قرار داده یکی رو در پایین قرار داده حالت ما میتونه یکی از این دوتا باشه یا ترکیب خطی باشه اما در یک کره دو تا زاویه برای ما اهمیت داره ما میتونیم هر نقطه ای روی این کره رو با دو تا زاویه نشون بدیم یکی این زاویه تتاس یکی این زاویه فیه این نقطه قرمزی که میبینید روی سطح این کره است این کره هم به شعاع واحده این تتا نشون میده که حالت ما چقدر به صفر یا چقدر به یک نزدیکه اینجا مثلا یک سای رو مشخص کرده این سای میبینید بالای تونیم کره شمالی این کره است پس به صفر نزدیک تره. و به نوعی اگر بخوایم اندازه گیری کنیم احتمال اینکه صفر بیاد بیشتره اگر پایین بود احتمال اینکه یک بیاد بیشتر بود این چهار تا جهت جهت خاصی هستن برای ما توی کره بلاخ این جهت این محور محور x رو نشون میده و این محور محور y نشون میده که جهت مثبتش هم پشت به صف است یعنی اون طرف صف است حالتی که جهت مثبت x نشون میده ترکیب خطی صفر و یک خیلی ساده جهت منفی همون ترکیب خطی صفر و یک اما پشت این یک یه دونه منفی داره جهت مثبتی که وای نشون میده ترکیب خطی صفر و یک اما یک عدد مختلف آی همین پشت میبینید جهت منفیش هم یک منفی آی داره اما این آی چیه این آی ناشی از این زاویه فیه یک زاویه فی داریم ما اینجا که خب در هر کره ای میتونیم این زاویه رو داشته باشیم تا بتونیم یک نقطه ای رو روی اون کره مشخص کنیم این زاویه فی اگر 90 درجه باشه محور مثبت وای رو نشون میده و این آی میاد پشت بخش یک بردار حالتمون اگر صفر باشه که خب هیچ آی نداره هیچ عدد مختلفی نداره و جهت x رو نشون میده به این فی میگن فاز بنابراین این جهت یعنی این نقطه نقطه ای که روی محور وای و روی صفر است برای ما یک فاز پی دوم داره نقطه ای که دقیقا روی محور منفی ایکسه برای ما فاز پی داره و سه پی دوم و دوباره فاز دوپی پی که با صفر برابره ببینیم رابطه یک بردار حالت در کره بلاخ چه شکلیه یک بردار حالت رو در کره بلاخ به این صورت نمایش میدن این سای کسینوس تتا دوم در صفر به علاوه ای بتوانه آیفی سینوس تتا دوم دو تتا دوم دو در یک یک کره براخت دیگه من رسم کنم اینجا اینکه مرکز کره است این صفر این نقطه این نقطه یک این محور X و این نقطه صفر به یک دومه این محور وایه که این نقطه صفر به علاوه دومه یک دوم و جهت های منفی همین هم یک تقسیم بر رادیکال دو این هم رادیکال و جهت های منفی همین اینکه این که این نقطه روی کره باشه برای ما خیلی مهمه. حالا جلوتر در جلسه تا آخر این فصل میبینیم که این اگر داخل کره باشه معنای متفاوتی داره. ما میتونیم بردار حالت تک رو روی این فضا نمایش بدیم. منفی وای اینم منفی X. که دیدیم اونجا این نقاط چه حالت هایی رو نشون میده این یک زاویه این یک حالت سای اینجا که بردارش زاویه برابر با فی با محور x داره این فی همون فازه که اینجا به صورت ای به توان آی فی ظاهر شده و تتا رو هم که دیدیم اختلاف زاویه سای با صفر بود پس بیایم همین چیزایی که اینجا نوشته رو با این رابطه به دست بیاریم اگر ایکس داشته باشیم و در جهت مثبتش یعنی تتامون پی دومه پس تتا دومه میشه پی چهارم کسینوسه پی چهارم هم میشه یک تقسیم بر در صفر فیمون صفره پس ای به فی میشه یک و سینوس پی چهارم هم میشه یک تقسیم بر رادیکال دو در یک چیزی که همینجا به دست آوردیم خب حالا اگر ایکس داشته باشیم و در جهت منفی تتامون همون پی دومه که کوسینس پی چهارم میشه یک تقسیم بر رادیکال دو و از اون طرف فیمون پیه که ای به IP آی میشه منفی یک در یک تقسیم بر رادیکال لو این سینوس تتا دوم در یک که اونجا هم دیدیم همین صفر منهای یک تقسیم بر رادیکال لو بود اگر وای داشته باشیم و در جهت مثبت تتامون همون پی دومه فیمون هم دوفمه. اگر توی این رابطه کلی قرار بدیم همون حالت هایی که در تصویر قبل دیدیم رو به دست میاریم این کار رو برای وایو منفی هم انجام بدید جهت x و مثبت رو به اختصار مثبت میذارن و جهت x و منفی رو به اختصار منفی میذارن این دوتا برای ما مهمند بعدا با این دوتا کار داریم با وای مثبت و وای منفی کار نداریم اما با این دوتا کار داریم اینم بنویسم که تتامو پی دومه دو فیمون هم سه پی دوم. نکته دیگه که باید بگم اینه که ما تو فضای هیلبرت صفر و یک رو به این صورت داشتیم این صفر اینم یک زاویه بین صفر و یک پی دوم بود اینجا زاویه بین صفر و یک تو کره بلاخ پیه فضای هیلبرت کره بلاخ کره در کره بلاخ بین صفر و یک پیه پس زوایای بین دو برداره حالا در کره بلاخ دو برابر زاویه بین اون دو بردار حالت در فضای هیلبرتن ما این نکته را هم باید توجه کنیم که نمیتونیم حالت یک سیستم دو یا چند ذره ای رو در کره بلاخ نشون بدیم میتونیم حالت دو تا تک ذره رو با دو تا محور روی کره بلاخ نشون بدیم اما یک سیستم دو ذره ای رو نمیتونیم با یک محور روی کره بلاخ نشون بدیم